نتیجه بسیار نزدیک و اختلاف دو امتیاز. حالا ست پنجم برنده را در امتیاز 15 مشخص میکنه. بشیر وفا خیلی بلند هست ضربی که بسیار بالا زد. قدرت امیری تو بهش در ادامه با کسی برخورد نکرد و دست هیچ کدام از بازیکنان 14 صد بابا. مهدی نستو زبیه عالی از هادی میرزایی اما بلاک عالی تر از طرف باشی. مهدی سعادت سرویسش بد نیست، خیلی خوبی کار انجام میده. نستو برای شمس الله تو بس کنار زمین و بیرون رفته و روی خط هم نبوده. اگر توپ روی خط هم باشه داخل حساب میشه، اما توپ کاملا با گفته داور کناری و بیرون رفته. نستو وفا امتیاز ها فعلا 3-0 هست. اسپایکشان خوب نیست این بار، 3-1 میشه امتیاز ها. در والیبال گفتیم در صورتی که 3 تا دودو مساوی شود در ست پنجم برنده در امتیاز 15 مشخص خواهد شد. البته قانون اختلاف دو امتیاز باید حفظ شود. نستو زبی قدرت امیری واسه میشه این ضربه واسه بلند ضربه هادی میرزایی و باز هم باشی باشی میدل بلاکر تیمش هستن. درفت خوب یک ضربه عالی دیگر از این بار از طرف شمس الله ابراهیمی. اختلاف امتیاز ها 1 امتیاز هست، 4-3 اما همچنان بسود سرخپوشانه 14 بابا. بشیر وفا اشتباه در زدن سرویس، یه اشتباه ها میتونه در ادامه سنگین تمام شوه برای ایتی. مهدی سعادت آماده زدن سرویس هست. نستو پاس خوب شمس‌الله ابراهیمی، خود شمس‌الله باید تو برگردان. این بار بشیر وفایی مسئولیت میگیره. باشی وفا ضربه هادی میرزایی و باز هم باشی چقدر خوب تشخیص میده ضربات هادی میرزایی را. باشی مربی و کاپیتان 14 بابه. تایمت درخواستی از طرف تیم بابه هست که گرفته میشه. دو برابر تیم بابه امتیاز گرفته 14 بابه و اختلاف امتیاز ها 3 امتیاز هست، 6-3. نستو نزدیک جال موفق‌تر بازیکنان 14 بابه هستن. تو هنوز به سطح هیچ کدام از دو سطح زمین برخورد نکرده. این بار در زدن اسپایک خودش اشتباه. 7-3 واقعا اختلاف امتیاز ها زیاد هستن. در صورتی که امتیاز برد در ست پنجم 15 هست، در صورتی که اختلاف 2 امتیاز باشه. در افت انجام میشه. هادی میرزایی برای قدرت امیری امتیاز برای 14 بابه. برخورد بدن با جال امتیاز 8 و تایم اوت تکنیکی و برحال تعویض زمین بازی. نصف ست پنجم رو تا اینجا با هم تماشا کردیم. مهدی سعادت در افته انجام میشه. بازم یک تلاش خوب اسپایک عالی و بازم بلاک فوق‌العاده از طرف باشی. ستاره بیچون و چرای تیمش بوده باشی در این مسابقه. سمس اشتباه
سعادت خوب سرویس نزد و امتیاز چهارم را به حریف تقدیم کرد، اما اختراف 5 امتیاز است. مهدی سعادت ضربه اسپایک خوب، اما توپ وسط زمین حریف هنوز ننشسته. بشیر وفا عالی بود، باز هم یک ترش دیگر. نستو را توپ برمیگردانن، پاس بلند شمس‌الله ابراهیمی. توپ به نظر میرسید دوبار به باشی برخورد کرده، داور هم لحظه شک کرد اما چیزی اعلام نکردن. ادامه یه اسپایک، چه اسپایک قدرتی میزنه بشیر وفا. نه پنج، اما اختلاف زیاد است. 6 امتیاز دیگر، 1400 بابر بگیره با اختلاف 2 امتیاز برنده است. زبی باشی تو بیرون رفته، با برخورد البته با بیرون رفته و در ادامه ضربه اسپایک باشی و بازیکنی از تیم بابر برخورد کرده. پاس برند باشی، ضربه خوب از طرف باشی، عالی بود. توپی که با قدرت امیری برخورد کرد و حالا امتیاز 11، 4 امتیاز دیگر، 4 قدم دیگر تا پیروزی در این مسابقه. اشتباه از طرف نستو، البته توپ خوبی هم به نستو نرسید. امتیاز 12، 3 گام دیگر تا پیروزی. سعادت اشتباه میکنه، جدی نگرفت سرویس، اما باشی نگرانه سرویس های اشتباهی مهدی سعادت نیست. اشتباه میکنه، این بار باشی هم امتیاز را به راحتی واگذار کرد به حریف، اما اختلاف به اندازه کافی زیاد هست. 5 امتیاز. تو به بیرون میره، امتیاز 8 را میگیرن، 4 امتیاز اختلاف. امید دارن تا بتانن به امتیازهای حریف برسن. باشی دور خود باشی، اسپایک میخوای بزنه اما چانس میندازه باسم باشی. خود باشی ضربه دست راست او و توبی که ممکن است برگشت داده شود. خیلی خوب رحمت امیری، پاس عالی، ضربه اسپایک تمام کننده، امتیاز 13 برای تیم. مهدی سعادت، مهدی نستو تو بیرون رفت، حالا امتیاز پیروزی در این مسابقه مچ پوینت برای تیم 1400 بابه. احتمال پیروزی ای تیم خیلی زیاد است، خیلی خیلی زیاد هست احتمال پیروزی ای تیم. و تمام، امتیاز 15 و 15-8 برنده این مسابقه میشه. با نتیجه 3-2 تیم 1400 بابه موفق شد حریف خودش را شکست بده. بازی والیبال به نمروش گپ بزنیم و اول خود به شما معرفی میکنم. خوش آمدید، خوب هستیم؟ سلام، سلام، احترامات تقدیم شما میکنم. اسم شفایی هستم، یک داوری اول والیبال بین
هر دو تیم از بابا بود. همون داوری کدوم به پایان رساندم. خب داوری کردی و بازی چه قسم گذشت؟ به نظر خودت عالی بود؟ بازی هر دو تیم خوب بود. خوب بازی شد. از دیگه تیم ها بهتر بازی کرد. من تا جای شنیدم این دو تیم هر دوشان درست از بابا بود، اما خیلی رقیب هم بود، درست بود؟ همین دو تیمی که از یک منطقه است معلوم داره که رقیب یک دیگه یک رقابت منه بین خود که از یک دیگه کم نه دیگه باز. بله. و خودت چی پیش بینی میکردی؟ یعنی برنامه همین والیبال خیلی طول کشید، چی پیش بینی میکردی؟ فکر میکردی کدام رنگ ببره یا کدام تیم ببره؟ والا تیم اردوش امزور بود دیگه، هر کس خوبتر بازی کرد اما مبره دیگه. میایم اینجا، من متوجه شدم در یک قسمتی از بازی دو تیم با هم دیگه همین بخش تیم باشی فکرم اینا با هم دیگه جنجال داشت، اعتراض زیاد کردن. تو چطور کارت زرد بالا نکردی و چی قسم گفتی اونا قناعت کردن؟ او کاپیتان معمولا اعتراض مونه دیگه، اعتراض از اینکه ما نفهمیدیم، سو کمک داور خو اشاره کردم و چیزی نگفت، ما چیز نفهمیدیم، بلن بر گرفتیم فقط. خب بازم دیگه اگر نه او خیلی به حد اعتراض کرد، حتی از بازی گفت که من دیگه میرم نمیایم در بازیم. وش دیگه تصمیم کمیسیون بود دیگه که یار کار میکرد دیگه، باز ما همون جدی بودیم، همون تصمیم گرفتیم، بلن بر اعلان کردیم دیگه، وام قرائت کرد دیگه، آمد بازی شروع کرد. یعنی تو خودت موافقت کردی دیگه؟ آه من خود موافقت کردم، همون بلن بر که گرفتیم دیگه، همون کار تمام شد، پس بازی ادامه پیدا کرد. خیلی عالیه. امروز که گذشت، در برنامه های بعدی بازم شما هستین؟ با کدام تیما هستین؟ داوری میکنین یا خیر؟ ما این بازی بعدی را همکارای ما کس یک مشکل پیش آمده و رفتم و همی مو کسیم همی یک گروه این بخش اعضای همی تیم کلاب ستاره هستیم که همی تورنمین را برگزار کردیم. ما را همی دور داده و خود همکارایم رفته تا بابر یکم مشکل پیش آمده و اونجا رفته. ما اینجا شاید هم یک بازی را این عالم دوری کنم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. در آخر بگم رنگ چشمایت هم خیلی خوشگله. زنده باش، شکر. سلامت باشی. خب تشکر خیلی زیاد برای دوستای عزیز که دارم گفتن نیداره میبینن. تشکر، زنده باشی، موفق باشه همه دیگه، دیگه از این برنامه لذت ببره دیگه، خوش خندان باشه همه. خو دالا، بردن یا باختن؟ والا بردن. تو چرا اوسا فرار میکنی؟ من ایسو میگم تو فرار میکنی؟ نه خنده. خب امروز روز اول تاس آمدی یا پیش از این می آمدی؟ پیش از این می آمدیم که دین روز خلاص از کابل آمدیم. خب دین روز از کابل آمدی؟ بشک برای همین مسابقه آمدی؟ خب خودت هم شرکت میکنی یا نه؟ نه، فقط سری تماشا چی هستی؟ خیلی عالیه، خیلی عالیه. خب تو زیاد و سوسو فرار میکنی، من دیگه نمیشه اوسو بریم، تو یک کمیسو بیا. سیس. خب تا چند روز اینجا هستی؟ تا یه هفته همونجا. تنها آمده؟ نه، لالای من هست. سیست، لالای تم هست. خوب به هر صورت تشکر که امروی ما گفت زدی. خواهشم. همتون عزیز، باز هم ما یک شاهزاده خود گیر کردیم، البته گیر نکردیم، آمد پیش من. خود به شما معرفی میکنه، به دوست خود معرفی کن. نام محمد شکیبم، جایم از ممدگه و اینجا دستانو نمیدم به خاطر دیدن فوتسال و والیبال. طرفدار کدومش هستی؟ زیاد به والیبال علاقه من نیستم، ما زیادتر رشته فوتسال دست دارم. امروز رشته فوتسال دیدی؟ کدام تیم برد؟ امروز خود رشته فوتسال نبود، امروز فقط والیبال. ببخشی والیبال، اگرچند فوتسال دی نروز بود. بله. امروز آمدی، خیلی که آمدی تماشاچی دو بخش است، کدام طرفش بودی؟ ما او طرف بودم، او طرف نشسته بودم. اما طرف که نشسته بودی، حتما از یک تیم، از دو تیم یکش انتخاب کرده بودی، کدام رنگ انتخاب کرده بودی؟ رنگ سفید. سفید؟ برد یا با؟ تنوز آغاز نشونه. همی دقیقه آغاز میشه؟ همی دقیقه. خیلی حتما ما تو هماهنگ نبودیم، تو باید فعلا در اونجا میبودی نه؟ میدید. هموطن عزیز، مرا ببینید که در وسط سالون هستم و یک برادر مقبوله که ما پیش ما هست، خود بر شما معرفی میکنم. خود به دوستان معرفی کنم. اسم سید شاه صفا هست و نام پدریم سید ابراهیم هست. مساوی میشی دیگه؟ مساوی صاحب. خودت امروز آمدی یا قبلا هم میامدی؟ قبلا هم میامدی. و طرفدار کدام تیم بودی امروز؟ بخش فوتبال. بخش فوتبال. نه والیبال، ببخش والیبال. بابا دو تیم بود، یک لباس زرد یک سرخ، کدامش؟ سرخ. باشی. خب امو تو بودی که تشویق میکنی زیاد باشی رو صدا میزدی؟ نه تشویق نمیکردیم دیگه. مکتب چطور باشی رو انتخاب کردی؟ سر خوب بازی کنه، بهترین بازی مونه. خب سرس
از به بعد میای یا نه؟ آه میای. تا کی بازی است؟ با بازی رو چه قسم پیش بینی میکردی خودت؟ یعنی مطمئن بودی که میبره؟ باشه؟ آه باشه مطمئن بودم میبره. سر شرط بندی نکرده بودی؟ نه شرط بندی نکرده بودم. خب خودت چطور خبر شدی که اینجا جشنواره ورزشی است؟ چرا از این پیش خود چیز داده دیگه؟ بنر؟ آه از او خاطر دیگه همینجا بودم دیگه. آلیه یعنی تا روز آخر میباشی هستی میایی؟ هستی ها. خب دوستای عزیز نگفتنه مانه که این بار تقریبا پدرم همسین پدرم هست، پدرم کنارم هست. خوش آمدی، میشه خود با دوستان معرفی کنی؟ نام مشرف است و یک از باشندگان ولسوالی جاغوری. خب اشرف جان من نمیفهم شما رو پدر بگویم ناراحت نمیشین؟ پدر بگویم؟ میتونی پدر بگویم؟ خب پدر اگر فکر که ما جای پدر شما هستم. جای پدرم نمیفهم. خواخه ایور خمس سینی تا با ما بگو چند سال هستی؟ من 38 ساله. 38 ساله نه خیلی پدر نمیگم. اشرف جان میگم نظر به می سن و سالت، من فکر میکنم اولین نفر هستی که در اینجا ما دیدمت، یعنی حتما دل زنده داری. چطور؟ والا اکثر دوستانی که در اینجا میان و خصوصا ورزش والیبال در جاغوری خیلی طرفدار داره و من یکی از طرفدارای ورزش هستم. پس امروز حتما بیننده بازی والیبال بوده. با کدام تیم خودت انتخاب میکردی؟ پیش خود انتخاب کرده بودی؟ خب طبیعتا زمانی که آدم بیننده یک بازی هست ناخودآگاه وادار میشه که از یک تیم باید یک رقم درونن گرایش داره. به هر حال امیدوارستم تیم سیازی میبوره فعلا که بازی میکنم. در تیم قبلی بودی؟ نه من تازه آمدم تقریبا یکان 20 دقیقه میشه. خب سعید از کجا خودت خبر شده که اینجا مسابقه جشنواره ورزشی است؟ ما چون دمی منطقه هستیم و ایره همه ساله ما قبلا هم بدون از اینکه جشنواره به بزرگی بوده باشد بود تورنمنت بود و ما می آمدیم همیشه می آییم. خب خیلی عالی است. پس حتما چی بگویم براتون مطمئنم هستین که منطقه سیازمین میبره؟ چطور؟ در بازی اطمینان وجود نداره منتها ما امیدوار هستم که بتونه ببره. مگر پیشتر در بازی قبلی ما بودیم اتفاقا ما یک رنگ انتخاب کردم که در دقیقه 90 باختن سر ما بردن دیگه دوستایم. خب چانس است بازی در دقایق آخرش میتونه یک تحول ایجاد شه. آدم زیاد قابل پیش بینی نیست. بله دقیقاً. با دوستای نازنینم چه گفتنی داری؟ امیدوار هستم خوش و سر حال و سر زنده باشه و ورزش رو پاس بداره. قربان سلامت باش. ببخش وقت گرفتم. خب هموطنان عزیز امیدوارم که از گزارش های ما خسته نشده باشین. این بود برنامه امروز ما، مسابقه امروز بود. فردا شاید یک برنامه جدید باشه. تا برنامه های بعدی شما رو به لای پاک می‌سپارم. خدایا رو مددگار کنم.